با به قدرت رسیدن سنی های روی طالبان در افغانستان موزلات و مشکلات ملت مظلوم این کشور دو چندان شده از اصلی ترین بحران های به وجود آمده بعد از به قدرت رسیدن سنی های تون رو آوار شدن هزاران شهروند کشور در جهان است همکارم علی اکبری گزارش می دهد آژانس پناهجویان سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از آواره شدن بیش از 550 هزار نفر در افغانستان به دلیل درگیریها در این کشور خبر داد بر اساس این بیانیه بیش از 550 هزار نفر در افغانستان از ابتدای سال جاری میلادی خانه های خود را به دلیل درگیریها میان سنی های تندرو طالبان و نیروهای دولتی افغانستان ترک کردند آژانس پناهجویان سازمان ملل همچنین اعلام کرد که تنها طی یک ماه گذشته بیش از 126 هزار نفر از شهروندان افغانستان آواره شدند به گفته این نهاد بینون مللی، اکنون مسئله بی آوارگان در افغانستان به بزرگترین موزل داخلی افغانستان تبدیل شده است منتو سخنگوی آژانس پناهجویان سازمان ملل طی سخنانی گفت نیاز مبرم برای حمایت از اقدامات بشر دوستانه در افغانستان احساس می شود وی خاطر نشان کرد در حال حاضر جا به جایی ها در افغانستان تا حد زیادی در داخل این کشور است و اگر موج آوارگان خروج از کشور شروع شود نیاز به ارسال کمک اضافی از سوی کشورهای خارجی وجود خواهد داشت همچنین نمایندگان اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت یک نشست اضطراری در مورد افغانستان برگزار کردن نمایندگان آمریکا چین و روسیه و هند به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت و تعداد دیگر از اعضا در این نشست سخنرانی کردند که محور مشترک سخنان آنها در درجه اول نگرانی از تأمین امنیت غیر نظامیان بود آنها از طالبان خواستند تا به شکلی ویژه امنیت مردم را تضمین کند نمایندگان کشورها همچنین خواستار بازگذاشتن مرزها شده و از این گروه خواستند که به افرادی که میخواهند از کشور خارج شوند اجازه خروج بدهند نکته مهم دیگر در سخنان شرکت کنندگان نگرانی از ارتباط این گروه از سنی های تند رو با سازمان تروریستی القاعده بود برخی از این نمایندگان معتقد هستند که طالبان نه تنها رابطه خود با القاعده را قطع نکرده بلکه با این سازمان تروریستی ارتباط نزدیک دارد